خب حالا ما از امیتر میام سراغ سل. تنظیماتی که ما اینجا داریم با تنظیماتی که من توی درس قبل براتون توضیح دادم هیچ تفاوتی نداره. پس اصلا برای چی داریم این درس رو با هم نگاه میکنیم؟ یه نکته خیلی جالب در مورد پارتیکل ها توی موشن هست و اونم زمانی که شما بیهیویر بهشون اضافه میکنید. ما توی پارتیکلز دو تا بیهیویر داریم، یکی اسکیل اوور لایف، یکی اسپین اوور لایف. اجازه بدید من هر دو بیهیویر رو اضافه بکنم. اسپین اوور لایف همونطور که از اسمش مشخصه در طول زندگیشون باعث ایجاد چرخش میشه و شما میتونید میزان سرعت شروع زندگیشون و پایان زندگیشون رو تعیین بکنید، در واقع چرخش شروع و پایان زندگیشون رو. ممکنه من بگم 180 درجه باشه موقعی که میخوان بمیرن و از شروعش با صفر باشه. اسکیل اوور لایف همین کار رو در مورد اسکیلشون انجام میده، میتونیم بگی شروع زندگیشون صفره و در نهایت صده، یا بالعکس مثلا توی شروع صده و باید استوپش رو بزنم توی شروع صده و توی مرگ صفره. یه اگر ما بریم اونجا از اول ببینیم، خب صفر شاید خیلی کم باشه، یک من میذارم. یه ما نیوترال اسکیل داریم که همون کم شدن طبیعیه، یه ریت داریم که شدت، شما میتونید اینو کم بکنید یا خیلی زیاد بکنید. برت اندت که همون شروع زندگی و پایان زندگیه، و کاستوم که میتونید اینجا براش تعیین بکنید مثلا به این شکل کم بشه یا زیاد بشه اسکیلشون. اما مهمترین نکته فقط این دوتا فاکتور نیست. یعنی ما اگر بیایم اینجا، شما ممکنه بگید خب من تو بیهیویر یه فولدر پارتیکل بیشتر نمیبینم. نکته جالب اینه که تمام بیهیویرهای شما در مورد پارتیکل کار میکنن، اما شاید مهمترینشون که بخواید ازش استفاده بکنید سیمولیشنه. اینجا ما ورتکس یا همون گرداب داریم، ویند که باد هست داریم، گراویتی یا همون جاذبه، درگ یا همون کند کردن حرکت، اترکتور که به یه چیزی نزدیک بشن، اترکت تو که به یه چیزی جذب بشن، یا مثلا الائن تو موشن، اچکالیشن. مثلا اچکالیشن برخورد با لبس. من اگه اینجا بیام توی امیترم و یه خورده زیادتر بکنم زندگیشون رو، مثلا بکنم 6 ثانیه، ما اینجا میتونیم ببینیم که یه اتفاق خیلی بامزه‌ای میفته. پارتیکل های ما میان و وقتی به لبه کادر برخورد میکنن بر میگردن. خب البته اینجا زندگیشون تموم میشه چون 6 ثانیه بیشتر نیاز هست، من 10 میذارم زندگیشون رو. به همین ترتیب ما میتونیم از بیهیویر به عنوان های مختلف استفاده کنیم. مثلا من اینجا اگه یه ویند اضافه بکنم و حالا F7 رو بزنم و بگم مثلا باد از این جهت به این جهت داره میزنه و سرعتش حالا یا کمتره یا بیشتره، میتونم بیام توی امیتر سرعت این پارتیکل هام یه خورده زیادتر بکنم، یه ذره اسپیدش رو بالاتر ببرم. و همونطور که شما الان می‌بینید تاثیر باد رو ما روشون میتونیم ببینیم، البته شاید خیلی زیاد شده باشه الان سرعتشون. به همین ترتیب تمام عنوان‌های دیگه، مثلا گراویتی که ایجاد جاذبه میکنه و همونطور که شما می‌بینید الان به پایین هم کشیده میشن. خب دیگه خودتون میتونید با بقیه سیمیلیتورها کار بکنین و ببینین که این هر کدوم از این سیمیلیشن ها چی کار میکنن، چون وارد جزئیات شدنش خیلی خیلی زمان بره. ولی در هر صورت این نکته رو بدونید که از سیمیلیشن ها هم میتونید براشون استفاده بکنید.